به نام ارحم الراحمین، به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و درود داریم به خدمت شما بینندگان عالی قد. امید که روزا با خوبی و خوشی آغاز کرده باشین و عرض تبریک و تهنیت داریم به مناسبت ولادت با سعادت سرور و سالار کائنات پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. امیدواریم که ای عید بر شما مبارک و میمون باشه. و اما یکی دیگر از برنامه‌های روشناست و در خدمت شما هستیم امروز با موضوع مهرورزی. دوستان، همه ما به اهمیت مودت و دوستی و رأفت بین یکدیگر آگاه هستیم و میدانیم که چقدر میتونه به تداوم حیات انسان این موضوع کمک کنه. ای که چقدر با هم مهرورزی داشته باشیم، محبت و دوستی داشته باشیم، به نوعی میتونه همه ما را به هم دیگه وابسته کنه و چی بسا در موارد زیادی در مشکلات زیاد ما را صبورتر کنه، برای ما یک قوت قلب باشه در برابر مشکلات زندگی. ای که میبینیم هم نوعان ما به ما مهرورزی دارن، محبت دارن، حتی یک اعتماد به نفس در بین ما ایجاد میکنه. امروز راجع به این موضوع با هم صحبت میکنیم در برنامه روشنا. خانم فتی عزیز، کارشناس محترم برنامه، با ما هستن و راجع به این موضوع بحث و گفتگو خواهیم کرد. امید که همراه ما باشین. خانم فتی بزرگوار، سلام، خوش آمدین با برنامه. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیز. من هم پیشا پیش سال روز میلاد حضرت نبی اکرم صلی الله علیه وسلم و همچنین امام صادق علیه السلام را خدمت شما و همه بینندگان محترم تبریک و تهنیت عرض می کنم. همانطور که شما فرمودید و ما هم در آستانه میلاد حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هستیم، خواستیم که پیرامون یکی از ویژگی های بارز اخلاقی حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کمان مهرورزی در سیره نبوی هست سخنان داشته باشیم و همدیگر به این خصلت خوب آگاه کنیم و دعوت بکنیم. ما اگر به مباحث دینی، به مطالبی که پیرامون دین هست مراجعه داشته باشیم، میبینیم که علمای ما میگن که آن چیزی که پیرامون دین هست ما میتونیم مباحث را به سه دسته تقسیم بکنیم. برخی از آگاهی های ما پیرامون اصول دین هست، یعنی آنچه که در دایره اصول دین ما قرار میگیرد، آموزه های مثلا توحید، مثلا نبوت، معاد، این گونه مسائل اصول دین ما هست. و برخی از آگاهی های ما پیرامون فروع دین هست که بیشتر در حوزه عمل برمیگردن، مثل همین نماز خواندن، روزه گرفتن، خمس و زکات دادن و این گونه مسائل. و مجموعه از آگاهی های ما که بسیار دایره‌اش هم وسیع هست، اخلاقیات است. و این سه تا مبحث در دین ما بسیار مهم است که یک انسان مسلمان نسبت به آنها آگاه باشد و به اساس آنها عمل بکند. خب این از مجموعه از آگاهی ها. خب برخی ها میگن که اگر ما بخواییم که اهمیت مسائل بیان بکنیم، کدام یکی از این آموزه ها بر ما اهمیت دارد؟ ما همه مباحث را در دین دارای اهمیت و ارزش می‌دانیم. برخی ها جایگاه اخلاقیات را مثل اصول می‌دانند. میگه به عنوان این که اساس دینمان را و ویژگی های اخلاقی ما تشکیل می‌ده، اگر ما اهمیت اخلاق را بیان بکنیم چنین جایگاهی دارد. یعنی یک کسی اگر می‌خواد خدا را بشناسه باید او را به یگانگی بشناسه. باید معتقد به نبوت باشد، باید مثلا معتقد به معاد باشد، به امامت، به عدل باشد. مفاهیم اخلاقی اهمیتش به همی اندازه است که ما اونها را بدانیم و عمل به اونها بکنیم. پس میبینیم چقدر دارای اهمیت است. و چنان که خود حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در یک حدیث فرمودند که من مبعوث شدم برای اینکه مکارم اخلاق را
به اتمام برسانم یا کاملش بکنم. خب ما سوای از این گالا شاید بعضی عزیزان آگاه باشن که این حدیث چگونه حدیث هست، بحث نداریم که آیا یکی از اهداف رسالت نبی اکرم تمام کردن و اتمام مکارم اخلاق است یا نیست. ما در اهمیت این مسئله همین را میگیم که ببینید چه جایگاه مهم این اخلاقیات دارد که میتوند در ردیف از اصول دین ما قرار بگیرد. به عنوان مثال اگر عرض کنم که اگر شخص فاسد الاخلاق باشد، یعنی در اخلاقش خلل باشد، مثلا انسان لجباز باشد، قطعا از روی لجاجت توحید را شاید نپذیره، از روی لجاجت به نبوت هم ایمان نداشته باشد. پس ببینید چه جایگاه مهم دارد در دین ما. اما اگر یک کس اخلاق درست داشته باشد، روان سالم داشته باشد، قطعا این امور را میپذیرد. پس ما وقتی از اخلاق یاد میکنیم توجه داشته باشیم که چه جایگاه مهم دارد. و نبی اکرم ما صلی الله علیه وسلم یک انسان هست که به تمامه یک انسان است که مجسمه اخلاق است. یعنی هر اخلاق اسلامی پسندیده را که شما در نظر داشته باشین، حضرت این را داشتن و اجرا کردن. خب ما به حسب محدودیت زمانی میتونیم به یک یا نهایتش دو تا از ویژگی های اخلاقی حضرت اشاره داشته باشیم. خب یکی از اونها همین مهرورزی است. مهرورزی یعنی دوستی، یعنی محبت به هم نوعان خودش، به انسان ها. وقتی طرف مقابل ما هر کس قرار میگیره، انسان میتونه نسبت به او محبت و دوستی داشته باشه. ما در همین کلمات محدود نمیتونیم بکنیم، یعنی شاید بگوییم مهرورزی مجموعه از ارزش های خوبی است. یعنی خوب آن چیزی که خوب است، مثلا روی گشاده نسبت به دیگران یک امر خوبی است، یک پیام بر طرف مقابل ارسال میکنه که شما میتونید با من ارتباط خوب داشته باشید. فرکانس مثبت است که به طرف مقابل میده. بله. یا مثلا رفتار خوب، بله، کلام خوب، اینا همگیش میتونه مصداقهای از مهرورزی باشد که ما اینا میتونیم در سیره نبوی کاملا مشاهده بکنیم. بله. اگر بیاییم تک تک اینها را مورد بررسی قرار بدیم که چگونه حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم با مردم مهربان بودن، مهرورز بودن، خب میتونیم به دو صورت اولا این را تقسیم بکنیم. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در امور شخصی خودش، آنچه که دیگران با او میکردن، چی در گفتار چی در رفتار با مردم مهربان بود. اما آیا اینا میتونیم دایریش رو وسیع بگیریم؟ در همه امور حضرت به این گونه بودن؟ پیرامون این بحث میکنیم. آیا این ملایمت حضرت، این لطافت حضرت همیشه بوده؟ آیا صلابت در وجود ایشان هم بوده یا نبوده؟ طبیعتاً یک حد و مرزی دارد. بله. دیگه این مهربانی و مهرورزی. بله. به هر حال او را قرار نیست که در همه موارد یا در با همه افراد باید مهربان و مهرورز بود یا در تمام اوقات. به هر حال یک سری حد و مرزهای داره که باز انشالله در ادامه از شما خواهیم شنید. بله. پس به عنوان این که ما امروز چون در آستانه ولادت حضرت هستیم و نقل های مختلف است، برخی ها دهم ربیع الاول را ولادت حضرت می دانند، برادران اهل سنت دوازدهم را از همین ماره و ما هم هفدهم این ماره، در همین آستانه هستیم. عید است برای ما و می توانیم بر همدیگه عیدی بتیم و یکی از همین عیدی ها این است که به ویژگی ها و صفات اخلاقی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم همدیگر متذکر بشیم. فهمت. خب ثمره این بیانات چیست؟ چی میخواییم بگوییم؟ میخواییم بگوییم که مهرورزی دو تا ثمره بر انسان میتونه داشته باشه. خب ثمرات بیشتر دارد، یعنی در روابط با دیگران اگه بخواییم به دو تای از اونها اشاره بکنیم این هست که اول وقتی انسان نسبت به دیگری
محور زد و محبت میکنه، روابط انسان ها صمیمی تر میشن. این انسان هایی که میتونن به انسان بیشتر مراجعه بکنن بیشتر میشن، روابط را بس صمیمی میکنن. ثمره دومش این است که کینه و احیانا اختلاف بین ما وجود داشته باشه را از بین میبرن. خب شاید حال شخص خواسته یا نخواسته، درست یا نادرست، کینه از ما به دل گرفته باشد یا اختلاف در یک امر با ما داشته باشد، این طبیعی است. اما این اختلاف یا کینه باعث نشه که ما از همدیگه دور بشیم. درست. اگر ما بتوانیم طرف مقابل را با رفتار خود ما، با کلام خود ما نشان بدیم که ما نسبت به شما مثلا کینه نداریم، همانطوری که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این ویژگی را داشت و ما اشاره میکنیم به اینها. چرا حضرت این گونه بود؟ به خاطر که آیه قرآن است، صراحتاً میفرماید که نبی اکرم رحمت است برای ناس، برای عالمین، برای مردم. ممنون از شما خانم فتحی بزرگوار با صحبت‌های خوبی که داشتین. امروز راجع به مهرورزی صحبت می‌کنیم. برگردیم با ادامه برنامه خدمت شما خواهیم بود. ولادت با سر سعادت سرور کائنات عالم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنه و میریم سراغ ادامه برنامه راجع به مهرورزی صحبت میکنیم. خب خانم فتحی بزرگوار، راجع به عوامل و اهمیت مهرورزی با هم صحبت کردیم در بخش قبلی برنامه. اگر نمونه ها و مصداق های از مهرورزی پیامبر گرامی اسلام را بر ما ذکر بفرمایید هم ممنون میشیم. خب اگر ما بپردازیم به محدوده بله و یا نمونه هایی که بگوییم که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با کیها مثلا مهربان بودن، اونها را دوست داشت، شما میدانید که حضرت چی در بعد فردی و در چی در بعد اجتماعی این خصیصه را در خودش داشت. اگر برگردیم به بعد فردی حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، میبینیم که در خانواده خودش افراد هستن، برخی از همسران حضرت هستن که نسبت به حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رفتار خوب ندارن و گاهن بدزبانی های از ایشان در تاریخ نقل است. اما حضرت میبینیم با همین اشخاص هم مهربان هست. در بعد وسیع تر اگه برگردیم به جامعه، یکی از عوامل موفقیت حضرت را در مدیریت حکومتی که داشتن، اون حکومت حضرت را کارآمد کرده بود، مفید کرده بود، همین خصیصه بود که در وجود نازنین حضرت وجود داشت. و در طی 23 سال نبوت خودش تمام کسانی که با او به نوع بدرفتاری کردن، بله،
و خداوند متعال می‌فرماید که چون تو رحمت للعالمین هستی، چون دارای خلق عظیم هستی، نمی‌تواند حضرت با کسانی این گونه رفتار بکند که با او رفتار کردن. یا در یکی از آیات از قرآن داریم که خداوند متعال می‌فرماید که بر اساس همین ویژگی، یعنی همین نرم خو بودن حضرت، این بود که مردم پیرامون او جمع شدند. با اینکه یک حکومت نوپا بود، با اینکه مخالفان در داخل و خارج از منطقه داشت، اما حضرت با به خاطر این ویژگی توانست موفقیت کسب کند. خداوند متعال می‌فرماید فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اگر میگه که شما اول که می‌فرمایید که به رحمت خداوند شما این گونه شدید، یعنی یک توجه خاص خداوند بر حضرت بوده که این ویژگی را داشتند، میگن نرم خو بودی که مردم پیرامونت بودن، اگر تون خو می بودی مردم از کنار تو پراکنده میشدن. العیاذ بالله، مثل سلاطین اگر رفتار میکرد حضرت، قطعا با توجه به اینکه یک حکومت نوپا بود، با توجه به اینکه دشمنان داخلی منافقین در اونجا حضور داشتن، مشرکان بودن و تهدیدهای خارجی، قطعا این حکومت به شکست روبرو میشد. اما ببینیم که چون حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یک انسان مهرورز است و این خصیصه سر در بعد فردی و اجتماعی خودش رعایت میکنه، افراد پیرامون او جمع میشن. اگر مصداق بیان بکنیم از لطافت های حضرت، چی در خانواده چی در بیرون، میتونیم یکیشه با عنوان یک رمز گفتیم موفقیت که در حکومت داری خود حضرت داشت، در مسئله فتح مکه است. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم قبل از این که به نبوت برسد، بسیار مشرکان ایشان را اذیت کردند، آزار دادند. خب آیات قرآن است گواه بر این که القاب به حضرت می دادند. مثلا می گفتند که تو مجنون هستی، شاعر هستی، درست است؟ خاک رو به سر حضرت می ریختند، خاکستر ریختند. بالاخره انواع و اقسام اذیت هایی که داشتند نسبت به حضرت روا کردن. اما روزی که فتح مکه شد، وقتی که حضرت به پیروزی رسید، ما دیدیم رفتار حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نسبت به همین کسان چگونه بود. آیا حضرت در پی جبران و تلافی اون کارهایی بود که مردم نسبت به او انجام دادن، یا برعکس می‌بینیم که حضرت رفتارهای مهربانانه از خود نشان میداد. در اینجا خب چون پیروزی بود دیگه، اصحاب مست از پیروزی شعار میدادند که امروز روزی است که ما به نوع جبران میکنیم، ما امروز روزی است که مثلا تلافی میکنیم، و میگفتند که الیوم یوم الملحمه به عربی. حضرت فرمود که این شعار را عوض کنید، بفرمایید الیوم یوم المرحمه، چون به تأیید آیات قرآن پیامبر رحمتا للعالمین است، انک لعلی خلق عظیم است. همون ویژگی مهرورزی را در سطح وسیع میخواستن که دوباره تبارز بدن، برای اینکه حالا اگر مخالفینی هم وجود داره، باز دوباره اینها به سبب همون مهرورزی مخالفت خود کنار بگذارن و روی بیاورن به سمت پیامبر گرامی اسلام و اسلام. بله. و پیامبر به اصحاب خود فرمودن که این شعار را سر ندین. حالا ما اگر پیروزم شدیم، ما روز نیست که جبران بکنیم اون کارهایی که اونها کردن و مثل اونها رفتار بکنیم. ما آمدیم که بر اونها رحمت باشیم. و حضرت در اینجا یک آیه را هم از زبان حضرت یوسف علیه السلام خواندن و فرمودن من همان میکنم که یوسف نسبت به برادران خودش انجام داد. حضرت یوسف چگونه رفتار کرد؟ برادرانش ظلم و ستم بر علیه او داشتن، او را سالیان دور از خانواده دور داشتن و ستمهایی که نسبت به حضرت روا داده شد،
اما وقتی که حضرت یوسف به قدرت رسید، عزیز مصر شد و برادران خدمت او آمدن، آیا ایشان هم به تلافی همون کارهای کردن که برادران کردن؟ اینجا حضرت رسول می فرماید همونطور که یوسف از برادران خود گذشت من هم میگذرم. اونجایی که فرمود قال لا تثریب علیکم الیوم، که میگم اینجا ببخشید راجع به مصداق ها صحبت کردن و در طول تاریخ اسلام همه ما شاهد رحمت و عطوفت بی حد و اندازه پیامبر گرامی اسلام نسبت به مسلمانان و همه افراد بودی. اما بیاین برگردیم به خودمان. همون رقم که شما گفتین چه خوب است که از صفات اخلاقی پیامبر گرامی اسلام الگو بگیریم و در زندگی او را پیاده کنیم، خصوص حالا که در این ایام هستیم میتونه یک نقطه آغاز خوب باشه بر ما در راستای انجام این عمل نیک. بیاین برای ما یک سری از راه‌های را بگین که تقویت کنم مهرورزی را برای ما، به خصوص حالا از اول اگر از خانواده شروع کنیم به عنوان اولین نهاد اجتماعی که در او حضور داریم، چطور میتونیم این مهرورزی، دوستی و عطوفت بین یکدیگر تقویت کنیم؟ حالا پدر و مادر، همسران با هم، پدر و مادر با فرزندان، فرزندان با یکدیگر، همه اینها اگر که بر ما توضیح بدید، یا ای که نسبت به دوستان و اطرافیان و سایر افراد فامیل چطور چه کارهایی انجام بدیم که مهرورزی ما یک مهرورزی اسلام پسند باشه؟ بله، خب ما عرض کردیم که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در بعد فردی همه را بخشیدن، بله، و هیچ انتقام نگرفتن و شعارهای سر دادن که گویای این هست که ایشان نسبت به مردم نودوست است و از روی محبت با آنها رفتار می کنند. برخی از همسران حضرت رسول ایشان را اذیت می کرد، چه زبانن چه رفتارن، اما حضرت رسول در همین جا ما اگر برگردیم به آموزه های اسلامی، ما به احادیث می بینیم که بسیار توصیه های زیبا حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نسبت به خانم ها دارن، نسبت به زن ها دارن. در یک حدیث ایشان می فرمایند که همه مردم خصلت های خوب و بد دارن، اما ای مردان شما به خصلت های خوب زنانتان نگاه کنید و اونها را مایه بگیرید برای ادامه زندگی و عادات بد را مثلا دستاویز قرار ندین برای سرزنش یا ترک اونها. به حال اصلاح عامیانه ما نیمه پر لیوانه ببینیم. بله. پس ما اگر خود ما به همین ویژگی برگردیم، خب همه انسان ها به نوع دارای نقص هست و شاید اگر نقص هم نگوییم تفاوت ها و ویژگی های اخلاقی ما نسبت به هم متفاوت باشد. آیا این تفاوت ها، این اختلافات باعث بشه که ما از همدیگه دور بشیم؟ میبینیم حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با این که به لحاظ خانوادگی همخوانی ندارد با یک سری از همسران خودش، ویژگی هایشان با هم نمیخوره، همسازگار نیست، یا مردم بیرون از خانه اصحاب هستند، برخی از اصحاب یا مردم دیگری که در جامعه زندگی میکنن، اما حضرت به ویژگی خودش توجه میکند، میگه من چگونه با طرف مقابلم رفتار بکنم، باید نقص آنها را من نادیده بگیرم. اگر شخص نسبت به ما لطف کرد، خب این لطف او قطعا بی جواب نخواهد ماند، اما هنر است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به ما یاد می‌دهد حتی کسی که به شما لطف نکرده است، شما را اذیت کرده است، حالا زبانن یا رفتارن، شما نسبت به او محبت آمیز رفتار بکنید. بله، ممنون از شما، ادامه میدیم بحث با شما. البته بعد از یک فاصله کوتاه برمیگردیم، باز هم در خدمت شما هستیم و البته فراموش نکنین که با ما تماس بگیرین، منتظر انتقادات، پیشنهادات و نظرات شما خواهیم بود. شما تماس برنامه زیر نویس میشه. در خدمت شما خواهیم بود بعد از وقفه. Oh.
برنامه روشنا خوش آمدین. با خانم فتی کارشناس محترم برنامه راجع به مهرورزی صحبت میکنیم و ممنونیم که ما را تا این قسمت همراهی کردین. خب برگردیم به ادامه بحث. خانم فتی، داشتیم راجع به این صحبت میکنیم که از چی راههایی استفاده کنیم تا مهرورزی ما و حس محبت و دوستی ما تقویت بشه، حالا به لطف روزمرگی های شدیدی که افراد گرفتار او شدن در جامعه، به خصوص حالا پدر و مادرها که زیادتر با روزمرگی ها و شغل و ساعت زیادی که درگیر کارهای فکری شغلی حالا هر چیز دیگه یا جسمی هستن و همون خستگی را بهانه میکنن برای که دیگه ارتباطی نداشته باشن با اعضای خانواده، وقتی که به خانه میان تنها استراحت کنن. همه اینها و خیلی از موارد دیگه متاسفانه باعث شده که یک سری از مهر و محبت ها کاهش پیدا کنن و به خصوص کودکان ما تشنه محبت باقی بمانند. به همین دلیل ما برات شدیم که راجع به تقویت مهرورزی صحبت کنیم که شما به بخشش اشاره کردین، گذشت و بخشش و عدم کینه ورزی که یکی از مسائل بود و اینکه بیشتر نکات مثبت همدیگر را در نظر بگیریم به جای اینکه ما نکات منفی را روش تمرکز داشته باشیم. و میخوایم که ادامه این بحث از شما بشنویم به صورت عنوانوار و مختصر. خب اگر به سیره حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم باز بگردیم، شاید بگیم که کوچکترین نحوه ارتباط این که به طرف مقابل نشان میدیم که ما نسبت به شما محبت باشه همین سلام کردن باشه. بله، با همین یک عبارت بسیار کوتاه ما میتونیم و قول معروف سر مسئله را باز کنیم، یک رقم دوستی را سرش را باز بکنیم و به طرف مقابل این پیام را بدیم که شما با ما ارتباط داشته باشین. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگن که در سیرش هست که هیچ وقت کسی از او سبقت نگرفت در سلام کردن. اگر ما همین ویژگی را در خود ما تمرین بکنیم، منتظر نباشیم که حتما کوچکتران نسبت به ما مثلا سلام بکنن. خب حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به همه سلام میکردن. بله. فرق نمیکرد که این کوچک است یا این پیرزن است یا این پیرمرد است، هیچ کس نتونست از او سبقت بگیرد. درست است. و این حتی به مخالفان خود هم بله. ایشان در این زمینه پیشتاز بودن و سلام میکردن. بله. پس در یکی از آیات قرآن به همین مسئله حتی بعد از حیات حضرت هم اشاره شده است. یعنی ما حضرت فیزیکن جسمن در بین ما حضور ندارن، درست است، گرچه که ما معتقدیم که هستن، ایشان حی هستن، اما حضور جسمانی ندارن. ولی به زوار خودش کسانی که به زیارت او به مدینه مشرف می شوند، قبل از این که میگن اونها سلام بکنن به حضرت، حضرت با اونها سلام میکنند. آیهش این است که خداوند متعال میفرماید و اذا جاء الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. بله، اونهایی که ایمان دارن به آیات ما و آمدن پیش تو به اونها سلام بکن. پس این عبارت اصلا میگیم سلام علیکم یک عبارت قرآنی است. خسیس نباشیم، بخشنده باشیم با همین یک سلام کردن نسبت به هم دیگر. یا این که شاید در امور خانواده یا محل کار ما در جامعه وقتی که حاضر میشیم، برخی از افراد ندانسته رفتار بکنن با ما که این رابطه را خراب بکنن، این رابطه صمیمی محبت که بین ما باشد، این رابطه خراب بشود. خداوند می‌فرماید کسانی که جاهل هستند، یعنی ناگاه هستند، جوان هست مثلا، خام است، یک زندگی است که تازه شکل گرفته، پایه‌هایش هنوز محکم نشده، شاید همسران نسبت به هم اون آگاهی و اون شناخت ندارن، یک وقتهای مواقع برخوردهایی به وجود بیاد. اما میگه که شما نسبت به اون افراد جاهل شما پیش قدم باشین، با اونها سلام کنید. پس ببینیم که این مهرورزی مصادیق بسیار داره. عرض کردیم که مجموعه از خوبی هاست، کنار گذاشتن تکبر و غرور
هم که باز برمیگرده به همون مسئله سلام که شما اشاره کردید. بله. گاه وقتها بعضی از افراد دچار تکبر و غرور میشن برای که حالا احساس میکنن که شاید نسبت به طرف مقابل در مقام بالاتری قرار دارن و باید او برشان سلام بله. کنه، که ما با الگوگیری از پیامبر گرامی اسلام که هیچ مقامی بالاتر از مقام ایشان نبود، میبینیم که ایشان همیشه به قول شما پیشتاز بودن در سلام کردن، حالا به نه از لحاظ سنی محدودیتی قائل میشونن برای این مسئله، نه حالا از نظر مخالفان و موافقان خود که در آن زمان زیاد هم بودن این مخالفان. و فکر میکنم خیلی از عوامل هست که میتونه به تقویت مهرورزی کمک کنه. همون رقم که گفتین نکات مثبت و مثبت اندیشی، یکی دیگر هست خوشبینی نسبت به صبر نسبت به مسائلی که بین انسان ها به وجود میه. اگر ما نسبت به همدیگر صبر داشته باشیم، درست است، تحمل بکنیم اخلاق طرف مقابل را، شاید ما نتونیم بعضی از افراد را تغییر بدیم. بله. چون این خصیصه به خاطر ویژگی روانشناسی او در این هست. بله. پس ما میتونیم روابط ما را به هم بزنیم. میگه اینجا باید صبر بکنیم. بله. پس میبینیم موارد متعدد است. ما چون فاصله نگیریم از بحث، یک اشاره هم داشته باشیم که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم عرض کردیم که رفتارش مهربانانه بود. بله. لین بود. آیا این ملایمت او از صلابت ایشان کاسته بود؟ خیر. حضرت تا جایی که به شخص خودش برمیگشت ملایم بود و از همه افراد گذشت، همطوری که در فتح مکه ما عرض کردیم که در عبارت حضرت فرمودن که اذهبوا انتم الطلقاء، همگیتان آزاد است، کلن آزاد این شما، اصلا معنی من نسبت به خودم چیز از شما نمیخوایم، انتقام از شما نمیگیرم، کینه در دل ندارم. که این جمله معروفه که حضرت زینب کبری سلام الله علیها در کاخ یزید فرمودن که یبن الطلقاء به یزید گفت، ارجاع داد به همین که زمان پدر و جد یزید جز مخالفین بودن، مشرکین بودن، آزار و اذیت‌های زیاد به نبی اکرم صلی الله علیه و سلم کردن و حضرت از اونها گذشت و شما آزاد شده های دست خاندان ما هستین. ببینین این وجهه رفتاری. اما در بعد حکومتی، اونجایی که منافع عموم مردم، اونجایی که حد الهی، قانون الهی هست، حضرت اینجا ملایمت ندارد. و این یک شیوه باید برای همگی ما باشد. ما تا جایی میتوانیم بخشش بکنیم، بذل بکنیم، دوستی بکنیم با کسانی که نسبت به خود ماست. اما اگر یک حد الهی زیر پا گذاشته شد، اینجا باید در اجرای قانون الهی باید محکم و باشه و مقتدرانه عمل بشه. بله. با عنوان مثال از قبیله بنی مخزوم یک زن مرتکب سرقت شد و چون در اون زمان طبقات اجتماعی به لحاظ جاهلیت جایگاه داشتن و نمیخواستن که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برخورد قضایی با مجرم بکند، چون اسم قبیله اونها زیر سوال میرفت، نام بد میشدن، خواستن که وساطت بکنن که از این جرم بگذرد. اما حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همون روز خطبه ایراد میکنه و فرازهای زیاد داره این خطبه. به اینجایش اشاره میکنم که حضرت میفرماید که به خدا قسم که جان من در دست اوست، من هیچ کار که خلاف امر الهی باشه نمیگذرم، ولو اون شخص نزدیکترین شخص به من باشه، مثل فرزندم باشه، همسرم باشه. اما جایی که حد الهی هست، من محکم میستم و او را میخوایم که اجرا بکنم. پس ما در امور زندگی خود ما هم میتونیم همین گونه رفتار بکنیم. اگر ما نسبت به مردم یا خانواده خود ما مهربان هستیم، یعنی باشیم، چون این ویژگی در سیره نبوی ما وجود داشته است، ما با عنوان یک مسلمان این را باید رعایت بکنیم و حتی با عنوان یک کسی که رسالت تبلیغ دین اسلام را ما داریم و عهده ما هست، با اخلاق ما هست، یعنی دیگران ما را میبیند و بر اساس اون رفتار ما بر ما
گرایش پیدا میکنن. درست است. پس مهرورزی را میتونیم تمرین بکنیم و تکرار بکنیم در خانواده و در جامعه. و روانشناسا امروزه میگویند، کسانی که علم جامعه شناسی میخوانند میگویند که کسانی که در جامعه، یعنی اون جامعه که مهرورز هستند، دوستی دارن نسبت به همدیگر، آمار سلامت روانی و بهداشت روانی در این جامعه بالاست. درست. اما متاسفانه هر چقدر به هر میزان که این خصیصه در افراد کم باشد، استراب ها، استرس ها، افسردگی ها افزایش پیدا میکنه در اون جامعه، چون یک ناامنی نسبت به همدیگه دارن. و فرهنگ عذرخواهی کردن، فرهنگ تشکر کردن در اون جامعه پایین است. درست. یعنی فکر میکنن انسان ها اگر یک کار نسبت به همدیگه انجام دادن، شاید به عرض معذرت این وظیفه اوست که انجام داده است، در حالی که میتونه وظیفه او باشد، اما این بدور است از سیره یک مسلمان که نسبت به کار طرف مقابل تشکری و قدردانی نداشته باشد. ممنون و سپاس از شما خانم فتحی بزرگوار. پس همون رقم که شما گفتین، مهربانی هم بر خود حد و مرزی داره و این برمیگرده به همون نوع نگرش ما و آگاهی، میزان آگاهی ما که چطور و در چه مواقعی ما باید مهربان باشیم و در چه مواقعی قاطعانه برخورد داشته باشیم با افراد که حالا با اونها در ارتباط هستیم، و این که در چه مواقعی نیازمند به آگاهی بیشتر است که خب در یک برنامه گنجایشش نیست که راجع به او صحبت کنیم. به عنوان صحبت پایانی از شما میشنویم، چون به پایان برنامه نزدیک میشه. صحبت پایانی ما همی باشد که شاید بگیم که کلید فتح قلب ها رفتار ما انسان ها نسبت به همدیگر است. اگر ما با گفتار و رفتار ما بتوانیم نسبت به همدیگر رفتار خوب داشته باشیم، قطعا اونها با ما متمایل میشد و این صمیمیت ها بیشتر میشه و کینه ها و اختلافاتی که احیانا بین ما وجود دارد از بین می رود. چنان که توصیه های زیاد در اسلام داریم که حتی اگر کسانی که با شما قطع رابطه کردن، شما با آنها وصل بکنید. نه. و این وصل ها هم می تونه به انواع و اقسام گوناگون باشد، با یک سلام، با یک روی خوش نشان دادن، با یک رفتار خوب، و احیانا اگر کار از دست ما برمی آید نسبت به دیگر هم نوع خود ما انجام بدیم. سپاسگزاریم از شما و از حضور گرمتان در برنامه و همچنین از نگاه های مهربان شما که برنامه را تا پایان همراهی فرمودین. با هم مهربان باشین و عید خوب و خوشی داشته باشین و بدرود. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.